با نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام بیدین دای عزیز و دوستان برنامه امید از جور صحتمند من باشین هر کجای هستین زندگی خوب و خوش را سپری بکنین با صحت سلامتی شما برنامه امروز خودم آغاز میکنیم در این برنامه عزیزایی که فرمایش شده بودن از ما سوپ خواسته بودن سوپی که ترکاری گوشت داشته باشه ولی ما خواستم که سوپ دال نسک آماده بکنم که فایده بسیار خوبه داره خب بین دوستا مواد لازم رو معرفی میکنیم بعد یک مقدار معلومات درباره دا دال نسک براتون میتم گوشت مرغ ثابت دوستا یک کیلو و دال نسک دو زیز یک گیلاس که از قبل تر کردی میشه خب گشنیز تازه به مقدار لازم دوستا عزیز استفاده میکنیم زردک یک عدد پیاز دوستا تقریبا در نیم عدد و پیاز کلان باشه و نیم عدد اگر خرد باشه میتونی یک عدد دو لیمو همچنان دوستا که استفاده میکنیم در حدود سه قاشق و دو دندان از سی دو عزیز نمک مقدار لازم مرچ سیا مقدار لازم و زرچوبه همچنان یک قاشق دو سایز استفاده میکنیم مواد بسیار کم دو سایز و یک سوپ بسیار خوشمزه و گفتیم که عدس نسک ببخشین دو سایز خب جالب است که بدانید که دال نسک سرشار است با تا پیش ساز ویتامین ای از دو سایز و مصرف این غذا سیستم امنی بدن را فعال و تقویت میبخشد خوب خوب است که همیشه از دال نسک استفاده بکنیم به خاطر قوی بینایی چشم از زیاد می سازه و کسایی که دچار تکلیف دیابت است بسیار مفید است برشان و کسایی که از چاقی رنج میبرند مصرف دال نسک برشان بسیار خوب است به خاطر از اینکه خودش خون کنترل میکنه دوستا و یعنی چربی خون بالا نمیره پس لازم است که در زمان خریداری دال نسکه فراموش نکنین و بخرین و استفاده خوب بکنین خب دوستا یک دیگه در نظر گرفتیم دیگ بخار دوستا عزیز حرارت روشن میکنیم روغن به اندازه فقط دوستا عزیز یک قاشق اضافه میکنیم زیاد نه خب یک عدد پیاز بسیار خرد خرد میسازیم پیازه که کاملا امرای گوشت که بخار میتیمشه باید بشاره دوست عزیز و پیاز دهی سوپ دوست عزیز استفاده بکنیم به خاطر که بسیار خوشمزه می سوپ شما را و نیاز هم است که استفاده بکنیم خب پیاز هم داخل دیک اضافه میکنیم کنیم دوستا دو دندان سیر به خاطر که از گوشت مرغ استفاده می کنیم اگر گوشت اضافه نکنیم دو سایز استفاده نکنیم باز شما بستگی به خودتون داره که با سیر استفاده می کنین یا نمی فرق نمی ولی حالا که گوشت استفاده می باید یک اندازه سیر هم اضافه بکنین به خاطر از اینکه هم خوشمزه می سازه سوپ شما را هم کاملا بوی مرغ از بین می بره دوستا خب سیر هم اضافه کردیم و فقط موادار دوست عزیز یک چرخ میتیم شانه به میشکل و خب گوشت گوشت مرغ قسمت هایی که باید ورداشته شد دو سایزه است دور می سازیم نوکای بالش است و و چربیای پوستی های که در قسمت پایین شد اینا را هم مکمل دور می سازیم و مرغ هم تو به شکل ثابت دوسته عزیز داخل دیک اضافه کردیم خب، یک اندازه آب اضافه میکنیم دوستا یعنی یک اندازه کم زیادتر خب، یک کم دیگه آب اضافه میکنیم خب امی مقدار آب دو سه عزیز کفایت میکنه یک اندازه نمک دو عزیز اضافه میکنیم بله خب سر دیگه میبندیم و و این بخار میتیم تا زمانی که گوشت کاملا شکل شاریدگی رو به خود بگیره دو عزیز خب هر شام کمی زیادتر کردیم که زودتر بخار بگیره دو عزیز و زودتر آماده شود امید است که سوپ که امروز آماده کردیم دوست عزیز یا آماده می کنیم مطابق ذوق شما باشه و هجزایی که همیشه سوپ خواستند تعداد زیادی از دوست تماس گرفتن و همچنان پیام ماندن دوست سوپ خواهش کردند و ما هم چون از اینکه فصل تغییر خورد دوست عزیز های سا هوا سرد شده میرس خصوصا زیادتر از طرف شب نیاز است که باید سوپ بگیریم و خصوصا دمی وقت فصل سرماخوردگی زیادتر می باشه به خاطر که هوا تغییر و تبدیل میشه گرم و سرد امکان ریزش و یا برانشیت زیادتر می باشه. از این لحاظ باید زیادتر سوپ باید بخورین دوستا سوپ آماده کنید در خانه و مایت گرم بگیرین خوبتر است به خاطر ازی که اما انرژی یا کوالتی بدنتان بلند میبره بلند تقویت میبخشه بر بدنتان و مقامت وجود یعنی بالا میباشه و ام خب به صلاح عام دیگه مریضی زور نمیشه بالا انسان دیگه باید سوپ آماده کنید دوسا و همچنان سوپ های دیگه هم هست که باید با انشالله در برنامه های بدی و خیر با معرفی میگیرم آماده میکنم برای سوپ هم که آماده میکنیم بسیار سرشار از ویتامین های استوسه که ما براتون گفتم و پروتین هم داره که گوشت و مرغ استفاده کردیم و همچنان ویتامین ای که خود زردک ویتامین ای دوسا ویتامین سی که از لیمو استفاده میکنیم Uh, یعنی در کل سرشار از ویتامین های بسیار خوب دوست عزیز شامل سوپ امروز ما است و شما هم پاس گوش نکنین آنچه را که من در برنامه آماده می کنم نوت بکنین و شما هم دوست عزیز آماده بکنین وقفه داریم و دوباره بر مواد لازم سوپ دال نسک گوشت مرغ یک کیلو دال نسک یک گیلاس پیاز نیم عدد سیر دو دندانه زرچوبه یک قاشق آب لیمو سه قاشاق، زردک یک عدد گشنیز تازه به مقدار لازم مرچ سیاه و نمک به مقدار لازم با تقدیم سلام و دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه خب از دوی دل گوشت که داخل دیگه بخار ماندیم یعنی گوشت مرغ کاملا نرم شده و ما هم بسیار حالت جوش است so, uh, گوشت از آبش بیرون میکنیم خاطر از اینکه میخواییم میره ما دوست عزیز uh, بعدا باز خرد خرد یاری ریشه ریشه بسازیم و در سوپ اضافه بکنیم ولی بله یخنیشه که گرفتیم دوست عزیز یخنیش مطمئن باشین دیگه که سوپ بسیار مزدار میسازه خب پیاز شام کاملا دوست عزیز با سیری که اضافه کردیم کاملا شکل و فشاری دگیره به خود گرفته خب گوش باید اینجا بانیم کمی سرد شوه که دست ما نسوزه خب دال نسک که دوستان اضافه میکنیم ولی شما هم زمانی که اگر خواستی نزدی سوپ آماده بکنین تقریبا یک ساعت پیش دو دوستان ازیست اگر داخل آب ترش بکنین به نظر من بسیار خوب است خب یک عدد زردک هم دو می ای هم دوستان ازیست ستراشک میکنیم ایره هم اضافه میکنیم همراه دال یک جا دوستان ازیست نرم میشه می تونین از هر ترکاری که دوست دارین شامل سوپ خود بسازین دوستا میتونین مرچ دولمه اضافه بکنین کرم میتونین اضافه بکنین به جای نسک نخود دوست عزیز میتونین اضافه بکنین لوبیا میتونین استفاده بکنین و همچنان کچولو دوست عزیز میتونین استفاده بکنین یعنی در کل از تمام سبزیجات یا حبوبات دوست عزیز شما میتونید که دس از سوپتان استفاده بکنین و سوپ خوشمزه رو سازیم خب یک عدد زردک هم دوستا تراشک کردیم و ایره هم اضافه میکنیم داخل سوپ یک اندازه آبش کم شده دوستا عزیز میخواییم که دوباره یک اندازه آب اضافه بکنیم دوست عزیز زردک رنده شده را هم اضافه می کنیم به خاطر که هم رنگ سوپ خود دوست خوب می سازه و همچنان در پولیش مزید بسیار خوبه بر سوپ می ده. خب زرچوبه هم دوستا اضافه می کنیم. و میشه گفتیم در برنامه دوست که استفاده از زرچوبه برای مفصل دردی بسیار خوب است استفاده بکنیم خب ببینیم که رنگ سوپ چطور می سازه خوبتر یک اندازه می خواهیم که رنگش رنگ شوس عزیز رنگ روشندتر به خود بگیره یاد داشته باشه خب دال نسکه که گفتیم یک ساعت پیش شوس عزیز تر بکنین امرا با زردک که اضافه کردیم یک جا نرم میشه خب به می اندازه دیگه از, از چوب هم کفایت میکنه دوست عزیز خب یک اندازه آب دیگه اضافه میکنیم و استفاده نمک فراموش نکنید دوستا آه به می اندازه کفایت میکنه و همچنان مرچ و سیاه بسیار خوبتر میسازه سازد عزیز شما میتونین یک قاشق از مرچ سیاه استفاده بکنیم خب لیمو هم داریم دوست ازیز به خاطر از اینکه تست ذائقش کم ترش مزه بیا خوبتر است از, از لیمو و یا سرکه استفاده بکنین قسمی که در شروع برتون گفتم که سوپ ما دوست عزیز پروتین داره ویتامین سی داره ویتامین ای ای دو که خود زردک استفاده کردیم و همچنان از گوشت مرغ دوستا سرشار از پروتین میتونیم که از این سوپ خوشمزه آماده کنین و نوش جان بکنین خب ما هم آیسا ایسا عزیز می میخوایم که گوشت مرغ یعنی استخوانش کاملا باید جدا بکنیم دو و گوشتش کاملا جدا خب اگر پوست شه خوش داشتین میتونین از پوست مرغام استفاده بکنین اگر نداشتین دوست عزیز کاملا پوست دور کنین و فقط گوشت بگیرین و بعدا گوشت شه دوست عزیز میتونیم که خورد خورد بسازیم خب انوز هم داغ است و ما هم از کارد استفاده میکنم به این شکل دوست عزیز بله کاملا باید که استغانایش صاف شود خب لیمور اینجا میمونیم کار بعدی انوز خب دی سوپتان دوست اگر دوست داشتین که کمی تیره تر باشه گرچه اگر چی خودش یک اندازه خود تیره می سازه همین که نسکش دوست عزیز خود نرم بسازه و نیاز به کانفلاور نیست اگر باز دوست نداشتین می که دیگام کمی بسته ترش بسازین میتونین که از کانفلاور هم استفاده بکنین خب به می شکل دوست گوشت بسیار خورد خورد می سازیم با کارت و یا همچنان با دست خود میتونین که ریشه ریشه بسازینشه و داخل سوپ اضافیش میکنیم به خاطر از که خوبتر مزی خوب را دوست با تمام مواد بگیره و می شکل خرد خرد ساخته و داخل دیگ اضافیش میکنیم یعنی تمام مرغ ثابت را که میبینین گوشتاش دوست عزیز ما به می شکل جدایش میسازیم ما پوستش دور نکردم بازم میگم دوست عزیز اگر کسایی که پوستش خوش ندارن کاملا پوستش باید دور بکنین و شما میتونید دوستا که تنها از گوشش استفاده بکنین خب ایزای دل به می شکل که ما گوش ریزه کردم شما دیدین و ما هم تا که تمام امی مرغ هم به شکل ریزه ریزه میکنم و در سوب اضافه می دوست های عزیز یک میان برنامه کوتا داریم و در ادامه برنامه ما را همراه باشین دوباره برمیگردیم مواد لازم سوپ دال نسک گوشت مرغ یک کیلو دال نسک یک گیلاس پیاز نیم عدد سیر دو دندانه زرد یک قاشق آب لیمو سه قاشق زردک یک عدد گشنیز تازه لازم مرچ سیا و نمک لازم خب که با ما همراه بودین جهان سپاس از شما حزیزای دل و سوپم دوستای عزیز سگه آماده شده فقط دو چیزی که باید در مرحله آخر اضافه بکنیم لیمو و گشنیز تازه ولی قبل از اینکه لیمو اضافه بکنیم گشنیز تازه را دوست عزیز خرد خرد میسازیم. گشنیز بسیار می می‌سازه شما میتونید که از گشنیز و یا جعفری دوست عزیز اگر دست از خود داشته باشین میتونید استفاده بکنین و همچنان میتونین از شبت حیزایی که دوست دارند و راجی به فوایدش هم صحبت کردیم دوست عزیز در برنامه‌ای که قبلا آماده کردیم از شبت خب گشنیز اضافه میکنیم دوست عزیز با مجرد که گشنیز اضافه کردیم فقط زیاد حرارت نمیدیم میشه دوست به خاطر ازی که گشتی کاملا باید سیا نگرده باید سبز روی سوپ دیده شوه خب حرارت چه خاموش میکنیم و دوست عزیز یک حلقه لیمو را برای تزیین بشقاب میگیریم و باقی مانده به لیمو را هم اضافه میکنیم سوپ رنگ بسیار خوب را گرفته و از زمین از یخنی مرغ هم استفاده کردیم مرغ را که نرم کرده بودیم یخنیش کاملا دوست عزیز آب خود سوپ بود یعنی سوپ بسیار مزدار است امید است که شما هم دوست عزیز در فصل سرما یا فصل که خزان شروع, شروع شده دوست عزیز شما هم از مایات گرم استفاده بکنید برای شما بسیار مفید است و مفید هم تمام میشه دوستا خصوصا قسمی که در شروع برتون گفتم در این فصل سرماخوردگی ریزش یا زکام برانشی دوست سازی زیادتر میشه خوب است که باید از قبل باید مقامت وجود خود بالا ببریم توسط همه غذاهای خوب مایاتی که مواد گرم یعنی از قبیل سوپ یخنی آش رو سازیز میتونیم استفاده بکنیم خب دوستان دیگه کار ما تمام از غذای ما آماده شده یعنی فقط یک اندازه روی بشقاب میکشیم از این سوپ خوشمزه و خوش رنگ دوستا به, به بله از شکلش معلوم میشه دوستان عزیز که بسیار مزهدار است و تعریف بی نمی میکنم. شما هم دوست های عزیز میتونین آسمایش بکنین و خودتان آماده کنین از سوپ صوب دوست زیست عزیز و نوش جان بکنین لیمو را که دوست های عزیز این هم این قسمت قرار میتیم کار ما هم تمام است و ما هم دسکش ها را میکشم. یک بار دیگه هم دوست های عزیز دستای خودم میشویم سر میبندیم بعدا دیگه باز میرسیم با حقش با جمع از کارا. خب یک بار دیگه هم تشکر می کنم از همراهی تان بیننده های عزیز که با حوصله مندی خاص مرتامل کردین نیم ساعتی که در خدمت شما بودیم دو عزیز امید است که سوپر کاماده کردم مطابق خواست شما عزیزا بوده باشه و عزیزایی که تماس گرفته بودن و خواهش سوپ همیشه از ما کرده بودن اونا هم بیننده بوده باشن و و سوپ خوشمزه را دوست عزیز یاد گرفته باشن و شما هم آماده بکنین خب سی پیام هم داریم سویتا از مزار شریف ضمن سلام تعریف توصیف از برنامه گفته پراتی ایندی مسالدار بر ما آماده کنین حتما چرا نه در یکی از برنامه ها انشالله بخیر براتون آماده میکنم شیلا از کابل از خیرخانه گفته که سلام استاد محترم اگر امکان داشته باشه کوکوی ماهی بر ما آماده کنیم حتما چورانی بیننده باشین در یکی از برنامه براتون آماده میکنم محلا از شهر کالیفرنیا ضمن سلام و همچنان تعریف بسیار زیاد کردن است برنامه علیکم سلام تشکر زنده و سلامت باشین و از ما خواهش کرده که لزنیا برشان آماده کنیم حتما نه گرچه لزنیا بسیار وقت تقریبا چند ماه پیش به است آماده کرده بودم ولی بازم میخواییم که در یکی از برنامه ها آماده کنیم و اگر زیاد حجاله دارین شما میتونین برنامه ما رو در یوتیوب هم تقیب بکنین و میتونین از طریق یوتیوب هم برنامه رو ببینین و و برنامه خود ما رو دوست آماده بکنیم. خب و همچون دوست عزیز بازم سپاس از شما که همیشه ما رو همراهی میکنین در قسمت برنامه دوست عزیز یعنی بیننده می باشین و اجزایی که فرمایش بیتن خانچی را که دوست دارین غذایی را که دوست دارین اگر می در برنامه ما بر شما آماده کنیم دوست عزیز سر بزنین به فیسبوک برنامه و لایک بکنین و همچنان پیام و کومنت بگذارین دوستای عزیز ما فرمایشات شما را در برنامه آماده می کنیم و همچنان می از طریق شماره تلفن که پل ارتباطی بین ما و شما هست 0 7 7 5 5 تماس بگیرین و ما در خدمت شما عزیزا هستید سوپر آماده کردیم دوستا رنگ بسیار خوب داره و به خاطر رنگش شما از زرچوبه هم استفاده بکنید قسمی که من استفاده کردم و زرچوبه فواید زیادی داره که در قدم اول دوست عزیز فقط مکمل کوفت جان شما را میگیره و یعنی بر مفصل لردی بسیار خوب است در پلی به خاطر چری بسیار مقبول و روشن اگر داشته باشین دوست عزیز میخواین داشته باشین شما میتونین از زردچوبه در هر غذای خود استفاده بکنین و یا همچنان یک قاشق از زردچوبه دوست عزیز با یک گلاس شیر قبل از خواب هر شب اگر هر شب هم نتونستین دوستا میتونین که هفته سه بار یا چهار بار نوش بکنین مطمئن هستم که آنچه را که میخواین از او که بهتر میباشین. خب دوست عزیز یا بود برنامه امروز که تقدیمتان کردم تا برنامه که بازم در خدمتتان قرار میگیرم دوستان عزیز شما را به خداوند می سپارم با امید فردای بهتر